انتشار مجموعه گزارش‌های بی بی سی درباره تماس‌های پیش از انقلاب آیت الله خمینی و اطرافیانش با دولت آمریکا واکنش‌های فراوانی را در روزهای گذشته ایجاد کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران این اسناد را جعلی خواند و گفت انتشار سند علیه امام پاک و مطهر نشانه دشمنی انگلیسی هاست. به مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر میکنه. آیت الله روح الله خمینی میگفت آمریکا شیطان بزرگ است. واکنش رهبر ایران به این گزارش. اسنادی که به تازگی در بی بی سی منتشر شده و از نحوه ارتباط آیت الله خمینی، رهبر انقلاب ایران و نزدیکانش با مسئولان آمریکایی از جمله جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت این کشور حکایت می‌کند و از وعده‌های آیت الله خمینی می‌گوید که منافع آمریکا به خطر نخواهد افتاد. این گزارش بر اساس اسناد سازمان سیا منتشر شده که خبرنگار بی بی سی به آنها دسترسی پیدا کرده. سند را از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت بلافاصله نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و نوشت آیت الله خمینی هیچگاه به کارتر پیامی نفرستاد، بلکه به پیام او پاسخ داد. همچنین گفت آیت الله خمینی در متن اصلی پیام گفته بود ما با مردم آمریکا هیچ دشمنی نداریم و نگفته بود ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم. واکنش ها به این گزارش تنها به پاسخ آقای یزدی محدود نماند. نه تنها بالاترین مقام جمهوری اسلامی که قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و روابط عمومی سپاه گفتند این اسناد سندیت و وجاهت قانونی ندارد. عطاءالله مهاجرانی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد هم در یادداشتی در وبلاگش صحت اسناد را رد کرد و نوشت در گزارش بی بی سی سندی منتشر نشده. مطبوعات ایران از اصلاح طلب تا محافظه‌کار هر کدام نقدی بر این گزارش نوشتند. روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت حنای انگلیسی‌ها در غرب هم رنگ ندارد. روزنامه ایران به نقل از مشاور فرهنگی حسن روحانی نوشت کار بی بی سی از الطاف خفیه الهی بود. روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی نوشت تلاش بی بی سی فارسی در سندسازی علیه امام ناکام ماند. نامه ناصرالدین کمره‌ای فرزند آیت الله کمره‌ای هم در همین روزنامه منتشر شد که طی آن آمده هیچ مدرک و سابقه‌ای مبنی بر ارائه پیغام آیت الله خمینی توسط آقای کمره‌ای در زمان جان اف کندی وجود ندارد. سند CIA که گزارش بی بی سی بران استناد می کند می گوید میرزا خلیل کمره‌ای 16 سال پیش از پیروزی انقلاب پیامی از آیت الله خمینی را به دولت آمریکا رسانده است. مجموعه این واکنش‌ها و تکذیبیه‌ها در حالی منتشر می‌شود که اسناد ذکر شده در گزارش بی بی سی اکنون از طبقه بندی خارج شده و عملاً در اختیار همه پژوهشگران قرار دارد و به تدریج راه خود را در روایت‌های تاریخ انقلاب نیز خواهد گشود. گفتگوی کوتاهی داریم با تهیه کننده این گزارش‌ها، همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. کامبیز، اگر ابتداعا یه مقدمه کوتاه بگی درباره این که چطور شد که به این گزارش ها، به این اسناد شما علاقمند شد. خب علاقمندی بنده میشه گفت حداقل از 2 سال پیش شروع شد به صورت خیلی متمرکز و برمیگرده به زمانی که ادیتورها در لندن ابراز علاقه کردند در مورد گزارشی در مورد آیت الله خمینی با دید از آمریکا، و سوال هم این بود که برداشت آمریکایی‌ها از آیت الله خمینی در آستانه بازگشتش به ایران چه بود. از اونجا شروع شد. البته این برمیگرده به 2 سال پیش و به هر حال در سالگرد انقلاب همیشه من یک گزارش کوتاهی در مورد آمریکا و آیت الله خمینی زدم و در جریان اون تحقیقات به این برخورد کردم که بین محمد بهشتی و مقامات آمریکایی تماس‌های بسیار جالبی بوده که ما در ایران بزرگ شدیم اصلا این چیزها رو خلاف اینها رو شنیده بودیم که این روحانی چقدر ضد آمریکایی بود. منتها مقامات آمریکایی که با اون صحبت کردن و یک سری از اسنادی که بهش برخورد کردم خلاف این ماجرا رو در واقع نشون میداد و ثابت میکرد. بنابراین بعد از محمد بهشتی در جریان اون تحقیقات در مورد آقای بهشتی ما به تماس‌های آقای خمینی و آمریکایی‌ها برخورد کردیم، به یک سری از اسناد،
البته من این رو یادآوری بکنم، در کتب دیگر اومده اشاره شده به صورت کلی، در کتاب آقای میلانی، در حتی روایت هایی که مقامات سابق ایرانی آمریکایی نوشتن، گریسیک، آقای یزدی، اینها آوردن نوشته شده، و منتها در خیلی از موارد اینها خیلی خلاصه هست. بالفرض مثال آقای خمینی اگر به آمریکایی ها نامه داد، خلاصه ای از این پیام در کتب دیگر آمده، یا در کتاب آقای یزدی به صورت در واقع روایت ایشون هست، معلوم نیست که آیا این اصل سند نیست. تحقیقات من از اونجا شروع شد تا اینکه برخورد کردم به این اسناد، که این اسناد خیلی جالب هست، از سال اواخر 2013 اوایل 2014 اینها اومده بود بیرون، منتها میشه گفت محققین و مورخین ما به اینها دسترسی پیدا نکرده بودن، ندیده بودن، که چیز چندان عجیبی هم نیست. و به هر حال به اینها برخورد کردم و همینطور دامنه تحقیقات گسترده تر شد، به پیام های آیت الله خمینی به آمریکا دسترسی پیدا کردم، به جواب هایی که به سوالات آمریکا داده بود، یا همینطور یکی از گزارش هایی که اتفاقا در وبسایت بی بی سی فارسی دیروز هنوز هم هست چاپ شد، پیشنویس پیام جواب کارتر، دولت کارتر با آیت الله خمینی. این اسناد داره میاد بیرون و میشه گفت که ما برای اولین بار اینها رو، جزئیات اینها رو آوردیم و داریم به مخاطبان نشون میدیم. کامز، یکی از مواردی که خیلی مناقشه برانگیز شد پیامی هست که در یکی از اسناد CIA به اون اشاره میشه، در سال 42 آیت الله خمینی توسط میرزا خلیل کمره‌ای گفته میشه که فرستاده برای مقام های آمریکایی در زمان دولت کندی، این سند رو چگونه پیدا کرده؟ کوتاه ممنون میشه. این یک کشف تاریخی میشه گفت خیلی اتفاقی هست. یکی از من یک مقاله خیلی بزرگ انگلیسی نوشتم 5000 لغت و ادیتور بخش انگلیسی اینجا در واشنگتن به من گفت که یک دو تا جمله فقط اگه میتونی تو این قسمت خمینی و دهه 1960 میلادی دو جمله اضافه کن در مورد سابقه آیت الله خمینی و کارهایی که کرده. و من هم یک استندی رو به دست آورده بودم از مرکز کارتر، کتابخانه کارتر، به نام اسلام در ایران، که در واقع گزارش تحقیقاتی سازمان CIA هست و من فکر نمی‌کردم اینقدر مهم باشه. و در این سند در صفحه 67 ش یک شب ساعت 12 شب هیچ به خاطرم نمیره از رفتم منزل، این سند رو باز کردم، داشتم مطالعه می‌کردم و این پاراگراف، یک دونه پاراگراف رو اونجا کشف کردم و بسیار میشه گفت اتفاقی بود، اصلا قرار نبود. تحقیقات من تمرکزش روی کارتر بود، روی کندی نبود، و میشه گفت یک کشف تاریخی هست. که البته این رو بگم، فقط این پاراگراف نیست، من اصل سند رو پیدا کردم، اسمش رو هم پیدا کردم در آرشیو ملی آمریکا. بعد از 50 و چند سال هنوز این گزارش سفارت آمریکا در تهران به واشنگتن که حاوی متن کامل پیام هست، محرمانه هست. اسمش رو هم ما پیدا کردیم، درخواست این رو هم دادیم که از طبقه بندی خارج بشه، منتها این روند شاید ماهای سالها طول بکشه. و خیلی مختصر، چه چیز دیگری به هر حال توجه شما رو جلب کرد در این مجموعه گزارش ها؟ یه مورد خیلی جالبش اینه که چقدر آیت الله خمینی از کودتای ارتش میترسیده و چقدر اینها در واقع تلاش کردن که با آمریکایی‌ها صراحتاً میگن که جلوی کودتا رو بگیرین در ایران. این ترس آیت شخص آیت الله خمینی خیلی مشخص است در این اسناد. یک این مورد هست. و دوم مورد جالب برای من اینه که چقدر آمریکایی‌ها به تعامل با روحانیت رادیکال ایران و انقلابی ایران اینها امید داشتن. امید اینها فقط به بازرگان ابراهیم یزدی یا عباس امیر انتظام نبوده. چقدر اینها امید داشتن به محمد بهشتی، چقدر شخصی مثل موسوی اردبیلی رو اینها عملگرا میدونستن و فکر میکردن در آینده میتونن با اینا کار بکنن. کامبیز، یکی از موارد واکنش هایی که به انتشار این گزارش ها بود از آقای گریسیک بود، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در اون دوره، در دوره دولت آقای کارتر. این واکنش رو اگه خیلی کوتاه اشاره بکنید. خب گریسیک در واقع یک مطلبی نوشت از این نتیجه گیری گزارش، چندان گزارش انگلیسی البته، چندان در واقع خوشنود نبود و حرفش هم این بود که اینها چیز جدیدی نیست و یک مسائل رو مطرح کرد، گفت این یک ایرادهای خدشه های چیزی هم داره در اسناد، به طور مثال یک تاریخ سند رو این اشتباه گرفته، که البته من تصحیح کردم، تصحیح ایشون البته چاپ نشد. منتها با خود گریسیک من دیروز اینجا یه صحبتی کردم و چندین سوال کردم و سوال اولم هم این بود از او
که اصلا انگیزه ی آیت الله خمینی از اینکه سیگنال میداد به آمریکا که دنبال یک مذاکره و گفتگوی محرمانه است چی هست؟ اگه اجازه بدین به جواب او گوش کنیم. It was very very clear in this operation that the Iranian forces, the Khomeini and the people around him. توی این ماجرا کاملا روشن بود که طرف ایرانی، خمینی و دوروبری‌هاش عمدتا نگران ارتش بودند. اونا فکر می‌کردند که اگر ارتش کودتا کنه و حکومت رو در دست بگیره، بدترین نتیجه ممکن به بار خواهد اومد. چرا که کودتا میتونست به اوضاعی خطرناک و جنگ داخلی منجر بشه. اردوی آیت الله خمینی متوجه بود که اگر ارتش دست به اقدام قاطعی بزنه، مخالفان احتمالاً شکست می‌خورن. ارتش ایران تسلیحات پیشرفته و آموزش بالایی داشت. آمریکا آشکارا می‌خواست که تهدید کودتای ارتش رو حفظ کنه. ایده کودتای احتمالی یه ابزار چانه‌زنی بود که آمریکا از اون استفاده کرد تا ببینه از نیروهای انقلابی چه امتیازی می‌تونه بگیره. خب از آقای گریسی همینطور پرسیدم در مورد نفس مذاکره که در ایران میگن اصلا مذاکره ای نبوده، البته رهبران ایران میگن در هفته‌های اخیر مذاکره ای نبوده. او در واقع گفت که نفس مذاکره رو نکرد، منتها گفت که از این مذاکرات چیزی بیرون نیومد. اگر اجازه بدین به حرفای خود گریسی گوش کنیم. It was very clear that Khomeini was negotiating. He was bargaining. خیلی روشن بود که خمینی داشت مذاکره میکرد. اون چونه میزد، به آمریکا پیشنهاد ادامه نوعی رابطه میداد، در صورتی که آمریکا سیاست و نگرشش نسبت به ایران رو تغییر بده، که البته اینطور نشد. به عبارت دیگه مذاکرات در جریان بود، طرفین پیشنهاد میدادند و پیشنهاد دریافت میکردند، اما در نهایت مذاکرات در مسیر وقایع تقریبا هیچ اثری نگذاشت. سرعت وقایع خیلی بیشتر از سرعت گفتگوها بود. Much faster than they were in these conversations going on. خب از او پرسیدم که آیت الله خامنه‌ای و رهبران ایران میگن این اسناد جعلی هست، این اسناد آمریکا. اگه اجازه بدین جواب این مقام سابق آمریکایی رو بشنویم. These documents are absolutely authentic. In fact, in my book, این اسناد کاملا موثق هستند. من خودم در کتابم 7 صفحه درباره تماس‌ها با آیت الله خمینی نوشتم که اگه شما به اونها نگاه کنید، که البته مطمئنم این کارو کردین، می‌بینین که در عمل تمام عبارات و چیزهایی که در اسناد بوده در کتابم هم اومده. من از اسناد به طور مشخص در گیومه نقل قول نکردم، اما از اسناد و محتوای اونها برداشت کردم و این همون اسنادیه که شما هم از اون استفاده کردید. این اسناد واقعیه، بله، جعل نشده، اشتباه هم نیست. یزدی با زیمرمن دیپلمات آمریکایی دیدار داشت، حرفهایی زد. اونها شاید امروز از اون حرفها چندان خوششون نیاد، چون که با نظرات فعلیشون یا دیدگاهی که درباره تاریخ دارند مطابقت نداره. اما واقعیت اینه که اون گفتگوها برگزار شده و این اسناد تاریخی اون رو ثابت میکنه. خمینی اون روزها خیلی بیشتر از اون چیزی که امروزه مردم ایران دوست دارن باور داشته باشن به مذاکره تمایل داشت. در ایران این تصویر رو از او دارن که او کاملا با هر گونه مذاکره و مصالحه با آمریکا مخالف بوده و به غیر از قطع رابطه چیز دیگه‌ای نمی‌خواسته. البته این مسئله بعدها به واقعیت پیوست، اما خمینی در دورانی که در فرانسه بود مذاکره می‌کرد. البته اینو بعد اشاره کنم که آقای گریسی برداشتش رو همچنان تاکید داشت که برداشتش از اسناد و وقایعی که خاطرش هست متفاوت هست با این چیزی که در واقع از گزارش‌های ما داره میاد بیرون. منتها در کل اون انتقاد شخصی خودش رو هم از گزارش بی بی سی پرسیدم و اگه اجازه بدین به پاسخ نهایی آقای گریسی گوش کنیم با هم دیگه. اساساً شاید ما در مورد سیاست آمریکا اختلاف نظر داشته باشیم، ولی درباره واقعیت‌ها بحثی نداریم. اینکه شما به دنبال این اسناد رفتید و به حرف‌های زده شده و کارهای انجام شده اینقدر توجه کردید، قطعاً فوق‌العاده است و من شما رو به خاطر این کار در خور ستایش می‌دونم. بسیار متشکرم از همکارم کامیز فتایی که از واشنگتن با ما تا لحظات دیگر با عباس میلالی و مهرزاد بروجردی برنامه را ادامه خواهیم داد. من فقط اشاره بکنم که ما مایل بودیم آقای گریسیک در کل این برنامه حضور داشته باشند که متاسفانه به دلیل زمان ضبط برنامه ایشون نتونستند و در نهایت مجبور شدیم به این مسابقه کوتاه با ایشون بسنده کنیم. در مجموعه این اسناد نام ابراهیم یزدی از نزدیکان آیت الله خمینی و وزیر خارجه دولت
موقتا به کرات آمده. با آقای یزدی هم من تماس تلفنی داشتم و درخواست کردم در کنار آقایان میلانی و بروجردی در بحث حضور داشته باشند که برای ایشون هم میسر نبود. همینطور عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی نقد تندی درباره این گزارش‌ها در سایت خودشون سایت مکتوب منتشر کردن. از آقای مهاجرانی هم خواهش کردم که امروز با ما باشن که دعوت بنده رو نپذیرفتند. همینطور عبدالله شهبازی پژوهشگر تاریخ معاصر مطلبی در این باره نوشتند و بی بی سی رو متهم به تحریف تاریخ کردن. این مطلب در سایت آیت الله خامنه ای هم بازنشر شده که علاقمندان میتونن مراجعه بکنن. به هر حال با آقای شهبازی هم من تلفنی صحبت کردم و خواهش کردم در این بحث ما رو همراهی کنن که ایشون هم نپذیرفتند.